آخریش هم ببینیم و سعی میکنم تمامش کنم. در وقت اون بعدش هم که افتیم داره نفس، ولی خب من ترجیح میدم مزایای گو و نایب میریم راجع به این فیکس فانکشن ها سوال. این فیکس فانکشن ها هم یه نوع بازم شیکر کاتلینه، کامپایلر کاتلینه که خانایی رو بالاتر میبره، دقیقا مثل همون بکتیکی که بالاتر گفتم که توی تستا به کار میرن. تا این فیکس ها کارهایی خیلی بیشتری ممکنه داشته باشه. مثلا من میتونم بیام یه کلاس پروگرامر تعریف کنم، بعد یه فانکشن این فیکس براش بنویسم به نام اد تسک که میاد تسک رو میگیره اضافه میکنه به اون لیست تسک های بدبختی که داره، تسکش انقدر زیاد میشه که میمیره. بعد این پروگرامر رو حالا میام ازش یه دونه اینستنس میسازم، حالا میتونم بدون اینکه دات بزنم یا پرانتز بنویسم این فیکس رو اینجوری بنویسم، یعنی به صورت تیکه تیکه بنویسمش، دات دیگه نمیذارم، پرانتز دیگه نمیذارم، فقط بینش اسپیس میزنم. این فقط جنبه خانایی بهتر داره. کجا خیلی من ازش استفاده میکنم؟ وقتی میخوام یه دونه پیر بسازم، یه کلاسی داریم به نام پیر، اینجوریه، این یک نه ارور نیست. اگر این فیکس فانکشن به صورت دیفالت توی کاتلین تعریف شده، اگر شما روی یه آبجکت جلوی یه آبجکت تو بنویسید و یه آبجکت دیگه پاس بدید، اون دوتا آبجکت رو به توی یه دونه پیر براتون ذخیره میکنه. خیلی این پیر به کار میره وقتی که میخواید مپ بسازید. شما یه مپ آف میزنید، تون تون پیر بهش پاس میدید، کی ولیو براتون میچینه میره جلو. اینجا خیلی کارایی داره. البته خب جاهای دیگه هم کارایی داره، مثلا وقتی میخواید اپراتورها رو اوورلود کنید. قانونایی که روی این فیکس ها وجود داره اینه که حتما باید روی یه دونه کلاس صدا زده بشن، یعنی به صورت پکیج لول نمیشه نوشتشون. حداقل اینه که پکیج لول اکستنشن باید باشن. و قانون دومی که دارن حد اکثر و حداقل باید یک عدد پارامتر ورودی داشته باشن، یعنی اگه پارامتراتون از یک بشه دو یا از یک بشه صفر دیگه نمیتونید این فیکسش کنید. برای مثال من میام اینجا یه اسخره دیگه تعریف میکنم، اون قرمز شد. هله وقت دارم؟ خب اون موضوعی هم که گفتم از روش رد شدم نه بگم خب ندار کجا نوشتیم راجبه؟ همونو میخوام توضیح بدم، اینجا راحت تره توضیحش. یه چیزی داریم به نام ریسیور، فرقی هم نمیکنه تو کاتلین باشه یا تو جاوا باشه، کاتلین خیلی تو ریسیور ها کمک میکنه. ما یه چیزی داریم به نام ایمپلیسیت ریسیور، اکسپلیسیت ریسیور. حالا اول ببینیم ریسیور چیه. شما وقتی میایید روی آبجکت یه فانکشنی کال میکنید، به اون آبجکت میگن ریسیور. اون ریسیوری که اون زیره نه، این با اون فرق میکنه. بذارید یه مثال اینجا بیارم. آها، این پرینت الن الان ریسیور داره، منتها ایمپلیسیت ریسیوره. یعنی چی؟ یعنی پنهانه و شما نمیبینید ریسیورشو، ولی در واقع اگه از جاوا یادتون باشه شما میومدید میزدید system.out.print، اون اوته در واقع ریسیور این فانکشن، یعنی شما نیاز دارید که ریسیورش کنید. حالا گفتم یه دونه اکسپلیسیت دارید یه دونه ایمپلیسیت دارید. اکسپلیسیت ها کجا میشن؟ اگه یادتون باشه ما میومدیم میزدیم this.فلان، اون دیسه میشه اکسپلیسیت. اینجا هم هست، من الان میتونم روی هلو ورد بیام بنویسم length dot oriented length بنویسم. length در واقع داره روی object string صدا زده میشه، اما ریسیورش رو من نمیبینم. ریسیورش کجاست؟ ایمپلیسیته، یعنی مخفیه. در صورتی که من میتونم این پشت بیام
از مخفی بودن درش بیارم و اسمشو بذارم this. اینجا الان دیگه explicit receiver یعنی آشکاره، پنهان دیگه نیست. حالا توی لامدا ها دو نوع receiver داریم ما. یه receiveri داریم که خود اون object رو برمیگردونه، مثل apply که this برمیگردونه. یه receiver دیگه داریم به نام it. it در واقع receiveriه که به صورت دیفالت، اسم receiveri که به صورت دیفالت کاتلین همه جا اپلایش میکنه. یعنی هر جایی که شما یه دونه لامدا فانکشن داری و ورودی میگیره، اگر به صورت extension function نباشه، میاد it نامگذاریش میکنه و به شما پاسش میده. پس it implicit receiver نیست. چرا؟ چون اینجا اگه بخواین ازش استفاده کنید بنویسید it.length، اینجوری میشه explicit. اینجا receiver ها رو هم خیلی محدود توضیح دادم. این همون خانوادگی ایش بود. توی بزده بزده ببخشید، خواهش میکنم لطفا، تمنا میکنم. دقیقا همون اتفاقی که توی ویس میفته که ما میتونیم بدون اینکه ویس چیه؟ ویس ویس. آها آها آها، خیلی لحظه داشت. اونجا هم دیگه نیاز نداریم که از آره ویت مینویسی توی پا... اینو میگی الان میگم اینه میگی شما آخ 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 اینه داره میگی درسته؟ اینم هم همینه. شما در واقع یه دونه یه دونه ریسیور رو به صورت مستقیم داری بهش پاس میدی، بعد اون میاد ریسیور رو ایمپلیسیتش میکنه برام. حالا باز اینم کارایی خودشو داره، من اینو به خاطر به احترام ران مخصوصا جاش انداختم. خیلی شبیه همه توی ریسایکلر ویو خیلی استفاده میشه. آره تقریبا چیزایی که آماده کرده بودم تموم شد. نوکر برم آماده نکرده بذار. اگر فکر میکنید تا الان چیزی از این قسمت ها سوالی وجود داره که حالا تا الان پرسیده نشده، یه نکته ای هست راجع به فانکشن ها که میدونید جذاب و گفته نشده، بیاید یا بگید یا مطرحش کنید من بازگوش کنم، یا اگه فکر میکنید جایی مفهومش واضح نیست براتون بگید که تا وقت داریم یه چند دقیقه ای راجع به صحبت کنیم. بهتاد سوالی که داشتم اینه که آیا توی زبان کتلین تمام در واقع کد ها تبدیل به جاوا میشه بعد اجرا میشه یا اینکه تبدیل به بایت کد میشه؟ ببین JVM ها جاوا ویرچوال ماشین تنها ویرچوال ماشین این دنیا نیست، ارلنگ هم ویرچوال ماشین داره. ویرچوال ماشین ها زبان خودشونو دارن به نام، حالا مال JVM بایت کده، مال ارلنگ اگه اشتباه نکنم بیپ کده یا چیزی. بعد اون زبان معیار اون ویرچوال ماشینه. شما میتونی هر زبانی که دلت میخواد روش بنویسی، اما در نهایت برای اینکه اون کد اجرا بشه روی اون ویرچوال ماشین، ماشین مجازی، باید تبدیل بشه به اون زبانی که اون میفهمه. زبانی هم که جاوا میفهمه بایت کده. یعنی چه شما جاوا بزنی، چه گرووی بزنی، چه اسکالا بزنی، چه کاتلین بزنی، همه اینا در نهایت تبدیل میشن به بایت کد و در نتیجه اون بایت کد ران میشه روی JVM. سخت افزار نه، نرم افزار JVM. یعنی مثلا اگر با حتی با زامارین هم کد میزنن، یعنی با سی شارپ کد میزنن، دقیقا همینجوری اونا یه دونه اصطلاحا ویرچوال ماشین روی ویرچوال ماشین های مادر. مثلا ریاکت نیتیو اگه شما نگاه کنی، اون اومده یه دونه کوری نوشته که برای جاوا اسکریپت، یا فلاتر هم همین جوریه. یه کوری وجود داره که کوره رو از کرومیوم گرفتن. این کوره رو همه اینا ران میشه، حتی روی ویرچوال ماشین جاوا هم ران میشه. خب این کوره در واقع اومده یه توانایی رو به ما داده که میتونیم روش جاوا اسکریپت بزنیم، میتونیم از زبان جاوا اسکریپت روی اون استفاده کنیم. این یعنی در واقع نیومدن JVM رو دستکاری کنن، اومدن یه چیزی روی JVM نوشتن. اگه میخواید خودتون تجربهش کنید، خود زبان جاوا، کاتلین نمیدونم، فکر کنم تو کاتلین نباشه، خود زبان جاوا یه آبجکتی داره به نام انجین. شما اون انجین رو میتونی بهش استرینگ پاس بدی، میگه انجین جاوا اسکریپت میخوام. اگر روش نصب شده باشه اون انجین بهت میده و میتونی کدای جاوا اسکریپت تو توی جاوا ران کنی، حتی توی کاتلین هم میتونی این کارو بکنی.
این به این معنی نیست که اومدیم اینترپرتر یا کامپایلر جاوا اسکریپت و سی شارپ و اینا رو دادیم به جی وی ام. نه، اومدیم یه دونه اینترپرتر روی اینا نوشتیم. یا تام کار نمی‌کنه، فکر کنم اتم و اینو مثلا این کار می‌کنه. ریاکت هم تبدیل میشه به جاوا دیگه. یعنی ادعاش اینه که من خیلی سوال اصلی هم بخاطر این قضیه میگه اینو، ولی تو یه لایه‌های واقعا اونم نمیتونه این کارو بکنه. من از دوستان پرسیدن، گفتن که 100% نیست، ولی خیلی آمارش بالاست و علتی هم که به قول شما مشهور شد همین بود که گفت من اکثر کدمو جاوا می‌کنم، یا اکثر کدمو اصلا ریاکت نیتیو که اومد گفت من کدم نیتیو میشه. ولی چیزی که من برداشت کردم، من خودم ریاکت نیتیو نزدم، چیزی که برداشت کردم این که 100% نیست. یه فانکشنی که اینلاین تعریفش می‌کنیم، بهتر بهتر. اوه عباس، یه فانکشن که اینلاین تعریفش می‌کنیم، چرا باید بیایم حالا اون تیکایش یه قسمتش رو اینر بزنیم که اون حالت کپی خارج بشه؟ خب این کجاها کار برد؟ نه نه نه، اون کپی پیست میشه همچنان. شاید اشتباه برداشته باشه. این نیست که ما اگه بیایم لیبل بهش بدیم اون کپی پیست حذف میشه. نه، مثل این میمونه. شما وقتی میومدین تو جاوا فوریچ مینوشتین، فور مینوشتین، اگه دوتا فور تو در تو میکردین، بعد اگه میخواستین از تویه بریک کنین یا از بیرونیه بریک کنین، مجبور بودین بهش لیبل بدین، اگه یادتون باشه. اون لیبله در واقع یه چیزیه، یه چیز اضافه تریه برای اون کامپایلر که بهش بفهمونه بابا این ریترنی که من میخوام بکنم، این بریکی که من میخوام انجام بدم، توی این محوطه کار میکنه، نه محوطه بیرونی. همچنان اون کپی پیسته داره اتفاق میفته، ولی با لیبل دادن فانکشنالیتی اون ریترن رو محدودش میکنیم به این یکی. که یه سوالی دیگه هم داشتم، وقتی که اینووک رو ما داریم به صورت اپراتور اضافه میکنیم، با زمانی که اضافهش نمیکنیم اون کلاسه رو میایم اینووکش رو صدا میکنیم، اون کدوم اینووک رو میاد کال میکنه؟ وقتی اضافهش نکردیم طبیعتاً دیفالت رو کال میکنه. البته اگر اضافه کرده باشیم کدومش رو کال میکنه؟ مال شما رو کال میکنه و اجازه نمیده که مال خودش رو کال کنه. خب شما گفتید که قبلی هم هست سر جاش. آره هستش، به خاطر استفاده جاهای دیگه. اما وقتی شما میخوای بیای پرانتز رو بنویسی، فقط این بوک خودت رو میبینی. مرسی. داخل همون اکستنشن فانکشن های کاتلین نمیشه اون ریسیوری که تعیین میکنیم به صورت اکسپلیسیت باشه؟ شما میتونی دیس بزنی دیگه، الان هم زدم دیگه. اینها، این همون اکستنشن فانکشنه، اینجا هم بهش دیس دادم. توش هم بخوای نگاه کنیم برای اینکه مطمئن شی خیالت راحت شه، این هاشش. ببین اومده گفته که روی تایپ تی یه لامدایی به من بده که اکستنشن، در واقع روی تی اومده اکستنشن زده. آماده میام. چاکر. اصلا من یک سری